در شباهنگ. بابک شخصیت کارتونی محبوب و دوست داشتنی که در سال 2005 به ایرانیان سراسر جهان معرفی شد در اون سال انیمیشن بابک و دوستان و نخستین نوروز که به اهمیت حفظ ارزش ها و سنت های کهن و باستانی ایرانیان مهاجر می پرداخت با استقبال گسترده روبرو شد و بابک رو به یکی از شهرهای آشنای هزاران کودک و بزرگسال ایرانی و غیر ایرانی بدل کرد. حالا در سال 2008 بابک بار دیگه به صحنه برگشته و با داستانهای های به دیدار دوستداران خودش میاد. مجموعه انیمیشن میکس ناتس که به نوعی دنباله ی همون داستانهای بابک در آمریکاست با خلاقیت و نوآوری های تازه ای تهیه شده و قراره که به طرق مختلفی در اختیار دوستداران این شخصیت کارتونی قرار بگیره. امشب در برنامه شباهنگ با شبنم رضایی از تهیه کنندگان این انیمیشن گفتگو میکنیم و بیشتر با این مجموعه تازه از داستانهای بابک آشنا میشیم. خانم شبنم رضایی به شما در نیویورک سلام میکنم درود میفرستم. خیلی سپاسگزارم که در این روز تعطیل با ما هستید. سلام بهنو جان. مرسی که منو به برنامه دعوت کردین دوباره. شبنم رضای عزیز بعد از موفقیتی که کارتون بابک و دوستان و نخستی نوروز به دست آورد خیلی خوشحال میشم برامون توضیح بدی که چه انگیزه ای باعث شد که به فکر دنبال کردن این کارتون یا انیمیشن باشین و به این صورت مجموعه تهیه رو از سری داستان های بابک تهیه کنید بینو جان همون جوری که میدونی بابک و دوستان اولی نوروز کارتون اولی بود که ما درست کردیم و به فرم دیویدی کارتون رو به بازار رسوندیم به زبان فارسی و انگلیسی خیلی از دوستان ایرانی از کارتون خوششون, از کارتون خوششون اومده بود و نه تنها ایرانیا بلکه آمریکایی و خارجی ها کلا از،, از, کارتون ما خیلی لذت بردن داستانی بودش که به نظر من داستانی مهاجر بود و در اروپا، آمریکا، کانادا مهاجر خیلی زیاد هست و وقتی که آدم از یک کشوری به کشور جدید میاد خیلی سخته برای زبان خودش رو نگه داشته باشه فرهنگش رو نگه داشته باشه از این نظر داستان برای همه جالب بود و ما تصمیم گرفتیم که نه تنها بخوایم برای فرهنگ ایرانی ها این کار رو انجام بدیم بلکه سه تا فرهنگ جدید به کارتون اضافه بکنیم این بودش که داستان رو یکم بیشتر کردیم به فرم سریال سیزده قسمت سریال اولمونه و اسم سریال هست میکس ناتس یکی از شخصیت های مهم کارتون خود بابک هستش که شخصیت اولمون بود و بابک سه تا دوست جدید داره داماریس از کشور کوبا جی از کره جنوبی و سانجی که از هند اومده و به عنوان این فرهنگ ها میتونیم به بچه ها یه چیزی راجع به فرهنگ یاد بدیم و همینطور سرگرمی خوبی برای اونا داشته باشیم من شب رحمه عزیز من این پرسش برام به وجود میاد که این نویسنده اصلی ادامه داستان ها چه کسی هست آیا خود شما از ایده ها تونه استفاده کردید همکارانی داشتید ولی چگونه تونستید که تمام این داستان ها رو به صورت فرهنگ های مختلف کنار هم قرار بدیم والا نویسن، نوشتن این کارتونا خیلی مشکل میشه وقتی دارم باید سیزده قسمت پشت سر هم بنویسه برای همین یه تیم خیلی بزرگی درست کردیم شیش تا نویسنده الان داریم داستین الیس که داستان اولی رو برامون نوشته بود جزو همکارا هستش خود من شوهرم علی جتا الفرد جمنو و چهار نفر دیگه داستان ها رو با همدیگه می نویسیم بعد از نظر طرح شخصیت ها هم یه تیم 15 نفره که از شرکت های مختلف پر ارزش در آمریکا میان مثل دیزنی، وارنر برادرز، نیکلودین که واقعا حرفه ای هستند و میتونن این شخصیت ها رو بزر... واقعا واسه همون خوشگل بکشن با اونا کار میکنیم اما این پرسش هم اینجا شاید مطرح بشه چرا عنوان این مجموعه رو میکس ناتس گذاشتیم به اصطلاح حالا نمیدونم معادل فارسی براش وجود داره اصلا چه چیزی بوده به این صورت والا فکر فارسیش هنوز نبودیم به اسم برای اسم سریال فکر کردیم آجیل قاطی یا آجیل استثنایی ولی چون که بچه ها از کشورهای مختلف میان و خیلی گروه بین و مللی هستن فکر کردیم میکس ناتس خیلی جالب میشه چون که تو هر آجیلی مثلا پسته هستش و بادوم و این آجیلا هر کدومشون مالی کشور مختلفی هست